خدمتتون عرض بکنم که در واقع موضوع سخنرانی من دیجیتال مارکتینگ هست در دندان پزشکی. من یه اعتقادی دارم و اون اینه که اساساً بنده حقیر و اساتید بنده که در خدمتشون بودیم و در واقع موضوعات مدیریتی رو در واقع خدمت شما ارائه کردیم، روی کرد این نیست که ما مواردی که عنوان میکنیم الزاماً پرکتیکال بشه. ما قرار است با عنوان اولین تجربه خودمون که یک ترایال ان ارور هستش، سعی بکنیم مطالبی که عنوان میکنیم تا حد امکان انگیزشی باشه، یعنی در واقع این انگیزش رو در شما ایجاد بکنیم که در ادامه این امر شما در واقع خودتون روز رو در واقع انشاءالله بعدم بهتر پیگیری بکنید. نکته ای که وجود داره اینه که یه مطالعه نشون میده که یک سوم در واقع جستجوهایی که در فضای مجازی صورت میگیره حول اطلاعات پزشکی هستش. یعنی اینکه این عدد خیلی بالایی هست، این در کل دنیا هست، یعنی یک سوم جستجوهایی که در فضای آنلاین صورت میگیره در این حوزه هست و این اهمیت خیلی زیاد این قضیه رو در کل در واقع حیطه پزشکی نشون میده. نکته ای که وجود داره اینه که اگر ما بخوایم مقایسه ای داشته باشیم بین مارکتینگ دیجیتال و مارکتینگ سنتی، اگر این کار در لانگ ترم با صرف هزینه و انرژی کافی و جامع انجام بشه، میتونه قطعاً کم هزینه تر و البته با برد تبلیغاتی بیشتر باشه. چیزی که شاید خیلی ها ابتدای ام فکر میکنن که این عملیاتی نیست یا خیلی دریمی هستش. بله دریمی هست، ولی اگر شما این کار رو جامع انجام بدید اصلا دریمی نیست. پس ما قرار هست در واقع مارکتینگ دیجیتال رو با مارکتینگ سنتی مورد مقایسه قرار بدیم. تفاوت ماهویی که وجود داره بین در واقع اساسا مارکتینگ های جدید و مارکتینگ های قدیمی اینه که ما در مارکتینگ جدید ما دنبال کاستومر نیستیم، کاستومر دنبال ماست. یعنی ما اقدامی که انجام میدیم این هست که میایم کاری انجام میدیم، اقداماتی انجام میدیم که فضای مجازی ما رو معرفی بکنه و اونها ما رو جستجو بکنه. پس این تفاوت ماهوی رو امیدوارم که تا پایان این امر بتونی بهش بیشتر بپردازیم.